بعد از جنگیدن توی جنگ جهانی برگشتیم به عصر مدرن. بتلفیلد 2042. خیلی خوش اومدید رفقا. برنامه گیم تیپس درباره بتلفیلد، داستان بتلفیلد رو می‌خوایم با هم بررسی بکنیم که اگه قراره توی 2042 باشه چی شده که همچین جنگی پیش اومده. پس حتما تا آخر ویدیو رو ببینید. همونطور که گفتیم قراره که این جنگ در آینده و در عصر مدرن‌تری از الان در جریان باشه. ولی اینو نمیتونیم به عنوان اصلی ترین تفاوت این سری با سری‌های بقیه در نظر بگیریم. آقا تیم توسعه دهنده دایس اومدن با هم دیگه نشستن، کلی فکر کردن که چیکار کنیم چیکار نکنیم. گفتن که آقا بیا بخش داستانی جدا رو کامل حذف بکنیم، خب به جاش تمرکز و کل انرژیمون رو بذاریم برای یه مولتی پلیر خفن و باحال با مپ‌های گنده از سراسر جهان و یه داستان باحال توی مولتی، جایی که شرایط آب و هوایی به کل عوض میشه و سیل و طوفانایی که میاد قشنگ بعضی از کشورها رو با خاک یکسان میکنه. این داستان بر اساس سربازان غیر مرزی یا همون نوپت هستش. حالا سرباز غیر مرزی کیه؟ کسیه که کشورش توی این حوادث از بین رفته و دیگه جایی رو نداره که براش بجنگه، پس به عنوان سرباز غیر مرزی شناخته میشه. تو اون دوره دولتی‌ها شکست خوردن و مردم جایگزینشون شدن. در کنارش همه کشورها با این سیل عظیمی از پناهندگان که دارن بهشون میان دست و پنجه نرم می‌کنن و کلاً یه آشفتگی خفن کل جهانو گرفته. بین اون پناهندگان کسایی هستن که قبلا تجربه نظامی دارن و سرباز بودن و ما قراره که نقش یکی از اون سربازها رو بازی بکنیم. بین این همه آشفتگی که کل جهان رو گرفته، ایالات متحده و روسیه کاملا مسلح و آماده به رزم هستن و در مقابل همدیگه قرار گرفتن. این دوتا کشور به جای اینکه بیان سربازای کشور خودشون رو توی جنگ از دست بدن چیکار میکنن؟ میان میگن آقا سربازایی که غیر مرزی یا همون نوپت هستن بیان برای ما بجنگن به جای اینکه سربازای خودشون رو از دست بدن. پس یعنی داستان بتلفیلد 2042 اینه که یه سرباز نوپت یا همون غیر مرزی میاد به جای یکی از این دوتا جناح مبارزه میکنه به امید اینکه بعد از پایان جنگ یه سمتی توی یه جای بین المللی بهش برسه. طبق اطلاعاتی که خود دایس به ما داده اینه که آقا اون بخش داستانی که توی مولتی پلیر هستش بر اساس اپراتورهای قابل دسترسی توی بازی هستن و اونان که این داستان رو روایت میکنن. 10 تا اپراتور جدید توی این بازی هستش که تا الان با 4 تاشون آشنا شدیم و توی بخش بتایی هم که هفته پیش منتشر شد میتونستیم بهشون دسترسی داشته باشیم و باهاشون بازی کردیم. خب بخش اسلحه که میاد وسط حواسا جمع میشه. تفنگ‌های اصلی سری فرانچایز بتلفیلد تو این قسمت هم هستن، ولی این دفعه یه تفاوت کوچیک هستش که چجوری انتخابشون بکنیم. الان باید بر اساس نوع کارکرد و قابلیتی که اپراتورتون داره تفنگش رو انتخاب بکنید. توی این بازی 10 تا اپراتور هستن که هر کدوم قابلیت مخصوص خودشون رو دارن و باید بر اساس اون تفنگشون رو بچینیم. یعنی اینکه از الان به بعد بازیکن باید با اپراتورش آشناتر باشه تا بدونه چه تفنگی براش مناسبه تا با اون قابلیت ترکیبش بکنه و یه بازی بی‌نقص رو انجام بده. یه تنظیمات جدید که توی قسمت اسلحه ها اضافه شده تنظیمات پلاس سیستم هستی. یعنی چی؟ یعنی شما تو هر لحظه از بازی هر کجای مپ که باشید میتونید یه تصویر هولوگرامی به شکل به علاوه رو روی تفنگتون بیارید و همون لحظه اتچمنتش رو عوض بکنید. این قابلیت اینجوریه که اگر هر جای نقشه باشید و با هر موقعیت جنگی اسلحه‌تون رو همون موقع بر اساس همون موقعیت میتونید بچینید برای فاصله نزدیک و برای فاصله دور. تغییر بزرگ بعدی این بازی روی نقشه هاشه که قشنگ یه سری نقشه جدید با منطقه های جدید رو برامون آورده. خیلی حس بدیه که همینجوری وسط بازی داری حرکت میکنی و قبل از اینکه هیچ کاری بکنی یه دفعه استایپ بخوره تو کلت و بمیری. اینجا دیگه از این خبرا نیست. با نقشه های بزرگی که بتلفیلد برامون آماده کرده هر قسمتش رو برای یه جور جنگی در نظر گرفته که هر کی با نوع بازی خودش بره اونجا بازی بکنه و اگه خواست بره توی منطقه دیگه. به غیر از این نقشه که توی بخش بتای بازی در دسترس بود 6 تا نقشه دیگه هم هستن که کلاً 7 تا نقشه بزرگ و باحال از نقاط مختلف کره زمین، از هیمالیا، کوهستان، صحرا، هر نوع زمینی که باشه برامون آماده شده. از خلاقیت‌های این بازی میشه به تغییرات آب و هوایی و طوفانی که توی تریلر هم دیدیم اشاره بکنیم. این بازی از همین حالا برای 4 فصل دیگه تمدید شده. هر فصل با اپراتورهای جدید، تنظیمات و تجهیزات جدید.
خبر بعدی که میتونه برای طرفدارای این سری باشه اینه که این بازی تا الان مود بتل رویالش معرفی نشده، ولی احتمال خیلی زیادی هستش که در آینده بتل رویالش هم بیاد به بازی. حالا که داستان بازی رو شنیدید، میخوایم ببینیم که سیستم مورد نیاز این بازی چیه. حداقل سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی بتلفیلد و سیستم پیشنهادی برای تجربه بهتر از بازی. بتلفیلد 2042 با یک ماه تأخیر به جای 30 مهر ماه در تاریخ 28 آبان منتشر میشه. از همین الان باید به فکر این باشید که 100 گیگ فضا خالی بکنید. 100 گیگه ها، برید بازیاتون رو پاک بکنید و منتظر بتلفیلد خفن این دفعه باشید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. نظراتتون رو بنویسید، لایک فراموش نشه و منتظر بررسی یک یک تجهیزات بازی بتلفیلد باشید. تا برنامه بعد، خداحافظ.